مسئولان وزارت امور داخله امارات اسلامی در گزارش سالانه گفتند که در سال گذشته به تعداد 38 واقعه اختطاف به این وزارت اطلاع داده شده و نیروی امنیتی مجموعاً 250 مورد عملیات را علیه اختطافچیان راه اندازی نموده که در نتیجه آن 76 آدم را به بازداشت و 34 نفر دیگر در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته آنان میزان جرایم جنایی در سطح کشور 30% کاهش یافته است. مثلا وزارت داخله امارات اسلامی از مسلکی سازی و تقویت نیروهای امنیتی خبر داده میگویند مراکز تعلیمی پلیس بیشتر تجهیز کرده و پلیس اکنون توانایی دفع هر نوع اهداف و پلانهای دشمن را دارد. به گفته آنان در یک سال گذشته میزان جرایم جنایی در سطح کشور 30% کاهش یافته و سطح آدم ربایان در کشور به صفر رسیده است. کشفی و قطعات خاصی وزارت امور داخله در سال گذشته توانسته است که با پدیده اختطاف به گونه جدی مبارزه نماید که در نتیجه تمام بانها و گروپ های جنایتکار اختطافگر از سوی پلیس مهار و از بین برده شده اند. همچنان آنان از اقدام جدی برای محو کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر خبر داده میگویند در یک سال گذشته توانسته به تعداد 70 پروژه زیربنایی را توسط پلیس ملی محافظت نماید. دی پلیس و اروان طول تامیناتی لوجستیکی ضروریات په وخت سره ترسره شوی، همدار رسول دی ضرورت ور روغانیات البسا وصلی و وسید په مناسب وقت که تامین شوی. با گفته سخنگوی این اداره در سال گذشته به مقدار 3663 تن مواد مخدر کشف شده، 790 کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر، مشروبات الکلی و تابلت های نشاور از بین برده شده، 10564 مزون بازداشت، 27891 معتاد به مراکز درمانی معرفی شده است. مقدار 3643 تن مواد مختلف مواد مخدر که با مشتقات آن کشف و به دست آورده شده بود الحمدلله ضبط شد و از بین برده شد. تعداد 790 باد کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر، مشروبات الکلی و تبلیغات نشاور تخریب شد الحمدلله. همچنان به گفته سخنگوی وزارت داخله از قاچاق 1,950,000 دلار، 845,000 یورو، 4,830,000 ریال سعودی و مبلغ 100,000 درهم در میدان هوایی کشور جلوگیری شده و بر علاوه مقدار 344 کیلوگرم مواد مخدر، بیش از 1 کیلوگرم طلا نیز کشف و به دست آمده و در پیوند با آن 591 تن بازداشت شده است.